بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مسلین عزیز امیدوار هستم همتان جور و صحتمند باشین. دکتر یلدا هاشمی هستم متخصص رشته نسای ولادی و موضوع لکچر که امروز خدمتتان تقدیم می‌گردد در رابطه با معاینات نسایی یا The Gynecological Examination می‌باشد که همه شما را به این لکچر خوش آمدید می‌گم. موضوعات را که در این لکچر بالایان بحث خواهیم نمود شامل دو بخش می باشد که بخش اول شامل Gynecological Examination and Diagnosis, Pelvic Examination, Bimanual Uterine Examination, Digital and Speculum Examination, Abdominal Examination, Colposcopy Examination می باشد و بخش دوم شامل Biopsy of Cervix and Endometrium, Conization, Colposcopy, Hysteroscopy, Laparoscopy, Hysterosalpingography, Colposcentesis و Ultrasound می باشد که بخش اول در برگیرنده معاینات اساسی که در نسایی اجرا می گردد بوده در حالی که بخش دوم شامل معاینات اختصاصی می باشد. بخش اول یا پارت اول در برگیرنده معاینات می باشد که به صورت ابتدایی و به صورت اساسی در نزد تمام مریضان نسایی اجرا می گردد. The Gynecological Examination and Diagnosis. معاینات نسایی با مجموعه پروسیجرهای اطلاق می شود که به منظور ارزیابی وضعیت صحی اعضای تناسلی خانم ها اجرا می گردد و علی الرغم پیشرفتی که در تکنولوژی طبی حاصل شده است هنوز هم عکس تاریخچه دقیق همراه با معاینه فیزیکی دقیق برای تشخیص امراض نسایی با ارزش بوده و از اهمیت و اعتبار خاص برخوردار می باشد و در کل به منظور تشخیص و تداوی امراض نسایی سه مورد یا سه نکته باید در نظر گرفته شود که شامل آناتومی و فیزیولوژی عضو موفه، تاریخچه و معاینات فیزیکی مریض، تشوش وظیفوی عضو موفه و تشخیص تفریقی آن. و برای تشخیص قطعی و واقعی باید اعراض و علائم در نزد مریضان دریافت گردد که اعراض توسط مریض ارائه می گردد یا شکایت هایی است که مریض بیان می کند و علائم با اجرای معاینات لازمه دریافت می گردد. Pelvic Examination یا معاینات حوصلی. معاینات حوصلی عبارت از مجموعی از معاینات فیزیکی اعضای تناسلی داخلی و خارجی در نزد یک خانم می باشد که توسط یک نرس و یا یک دکتر اجرا می گردد. و در زمانی که معاینه حوصلی نزد یک خانم اجرا می شود، ابتدا خانم باید در وضعیت لیتوتومی یا در وضعیت سوپاین یا در حالت استجای زهری قرار داده شود. و ضمناً در جهاز تناسلی خارجی، نکاتی که در نظر گرفته شود، در ابتدا افرازات مهبلی یا لوکوریا می باشد که وصف آن در نظر گرفته شود، افرازات مهبلی امکان دارد به شکل قیهی، به شکل موکو اپیتلیال یا مخاطی و یا هم به شکل خونالود باشد. زیرا به خاطر تشخیص امراض نسایی، نوعیت و وصف افرازات مهبلی کمک کننده است. دوم، التهابات موجود در ناحیه جهاز تناسلی در هنگام معاینه فیزیکی یا معاینه حوصلی باید در نظر گرفته شود، مانند التهابات گونوکوکال و یا التهاباتی که از سبب سایر آفات در ناحیه تناسلی به وجود می آید. سوم، قرحات یا آلسریشنز باید در ناحیه تناسلی مورد معاینه قرار بگیرد که در سیر بعضی از امراض قرحات وصفی به وجود می آید، مثلا قرحات شانکروید در سیر مرض شانکر و قرحات سفلیتیک در اثر سفلیس به وجود می آید و یا هم قرحات توبرکلوزیک ممکن است در هنگام معاینه حوصلی در ناحیه تناسلی خارجی دریافت گردد که قرحات توبرکلوزیک میتونه به شکل قرحات ساده و یا به شکل قرحات خبیثه موجود باشد.
چهارم، در هنگام ماینه حوصلی باید تورم یا سویلنگ در ناحیه تناسلی مورد ماینه و مورد ارزیابی قرار بگیرد که امکان دارد تورم در ناحیه تناسلی در نزد بعض از خانم ها موجود باشد که میتواند به اشکال التهابی، آزایمایی و یا هم به شکل هماتوم یا به شکل یک سیست در ناحیه تناسلی دیده شود. بعضاً امکان دارد در ناحیه تناسلی نیوگروتس یا نشونموی انساج جدید در هنگام ماینات مشاهده شود، مثلا لایپوما، فبروما و یا هم آفات کانسری. و سویشکال موجود در ناحیه تناسلی اکثرا در هنگام ماینات توسط ماینه کننده دریافت میشه که با اجرای ماینات حوصلی سویشکالی که به صورت معمول در نزد خانم ها موجود میباشه شامل امپرفوریتد هایمن و سودو هرموفرودیزم و سایر مالفورمیشن های دیگر است که در هنگامی که در نزد یک خانم ماینات حوصلی اجرا میگردد دریافت میشود. علاوه‌تن در مشاهده جهاز تناسلی، یک سلسله نکات دیگر نیز باید در نظر گرفته شود که شامل وضعیت غشای بکارت می باشد که باید معاینه گردد که غشای بکارت سالم است، تمزق نموده و پاره شده است و یا هم تخریب گردیده. و همچنان فوهه خارجی احلیل باید مورد معاینه قرار بگیرد که سالم است و یا خیر. و همچنان وضعیت غدوات ناحیه وستیبول مورد معاینه قرار بگیرد که سالم است یا ای که دچار آبسی و یا سیست گردیده. و ضمناً ناحیه اجان نیز باید مورد معاینه قرار بگیرد که طبیعی است، استرخا نموده یا ریلکس بوده و یا ای که لسریشن در آن واقع گردیده است. اسپیکولوم اگزامینیشن یا معاینه توسط اسپیکولوم. خب یکی از متدهای دیگر معاینه مریضان نسایی معاینه توسط اسپیکولوم می باشد که اسپیکولوم یک سامان مخصوص برای معاینه نسایی بوده که توسط آن جدارهای محبل از همدیگر دور ساخته می شود و در مورد کیفیت و چگونگی جدارهای محبل، عنق رحم و فوهه خارجی عنق رحم معلومات حاصل می گردد. و نکاتی که باید در هنگام ماینه اسپیکولوم در نظر گرفته شود شامل جدارهای محبل است که باید رنگ جدارهای محبل، افرازات موجود در محبل و همچنان سایر انومالی هایی که در محبل موجود است توسط ماینه اسپیکولوم باید دیده شود و بررسی گردد. و در ضمن آن مطالعه عنق رحم توسط ماینه اسپیکولوم اجرا می گردد که رنگ عنق رحم، موقعیت عنق رحم، لسریشن هایی که در آن قرحم واقع شده یا اتفاق افتاده و همچنان در صورتی که قرحات و یا تزیزات یا همچنان تزایقاتی که در آن قرحم موجود است توسط ماینه اسپیکولوم مورد ارزیابی قرار گرفته می شود و مشاهده می گردد. و همچنان فوهه خارجی آن قرحم از لحاظ شکل، موقعیت و افرازات و حتی موجودیت بعضی از نشونموهای کتلات جدید مثل پولیپ ها توسط ماینه اسپیکولوم دیده می شود و مورد ماینه قرار می گیرد. با اجرای ماینات اسپیکولوم می توانیم از آن قرحم بایوپسی یا نمونه جهت اجرای ماینات میکروسکوپیک اخذ نماییم و در ضمن آن هسترومتری و سایر عملیه های استکشافی جوف رحم به خاطر اجرای بعضی از ماینات سایتولوژیک به وسیله ماینه اسپیکولوم قابل اجرا می باشد. طریقه و شرایط تطبیق اسپیکولوم. قبل از اینکه اسپیکولوم در نزد یک خانم تطبیق گردد، ابتدا خانمی که مورد معاینه قرار می‌گیرد باید با وضعیت لیتوتومی یا با وضعیت استجای زهری بالای میز نسایی قرار داده شود و در ضمن آن در اتاقی که معاینه اجرا می‌گردد باید دارای نور کافی باشد. و از خانم یا از عمی مریضی که مورد معاینه قرار می‌گیرد خواسته می‌شود تا به طرف پایان زور بزند تا عضلات ناحیه اجان ریلکس گردد و تطبیق اسپیکولوم به آسانی صورت بگیرد. قسمی که در این تصویر شما مشاهده می‌کنین، خانمی که تحت معاینه اسپیکولوم قرار می‌گیرد به وضعیت استجای زهری یا به وضعیت لیتوتومی بالای میز نسایی قرار گرفته و بعداً در نزد خانم اسپیکولوم تطبیق می‌گردد و آلی را که شما مشاهده می‌کنید که در قسمت محبل تطبیق کرده به نام اسپیکولوم یاد می‌شود.
بعد از اینکه مریض در وضعیت لیتوتومی قرار میگیره، ابتدا باید اسپیکولوم گرم ساخته شود و بعداً به خاطر از اینکه به سهولت تطبیق گردد، توسط یک ماده روغنی یا با یک ماده لوبریکانت باید مخصوص گردد. و زمانی که اسپیکولوم را تطبیق می نماییم، اسپیکولوم را بعد دست راست خود می گیریم و توسط انگشتان دست چپ خود شفتان ناحیه ولوا را از هم دیگر دور می کنیم و اسپیکولوم را به قسم عمودی در فوهه محبل تطبیق می کنیم تا عمیقاً به طرف کانال محبل پیش برود. و زمانی که اسپیکولوم را تطبیق می کنیم، به قسم عمودی تطبیق می کنیم و زمانی که به صورت عمیق داخل قنات محبل یا داخل کانال محبل قرار گرفت، اسپیکولوم به شکل مسترس دور میدیم و بعدا شاخه های اسپیکولوم از هم دیگر باز میکنیم تا جدارهای محبل و عنق رحم مورد مشاهده و مورد معاینه قرار بگیرد. در هنگام تطبیق اسپیکولوم باید کوشش کنیم که فشاری که وارد میشه زیادتر به طرف نای ایجان باشه، چرا اگر فشاران به طرف بالا به طرف اهلیل باشه باعث تروما و ترزیزی شدن اهلیل میگردد. و همچنان در هنگام تطبیق اسپیکولوم باید بسیار زیاد احتیاط نماییم، زیرا تطبیق آن یک اندازه دردناک است و باعث ناراحتی مریض میگردد. و اگر در هنگام تطبیق اسپیکولوم قنات محبل مملو از افرازات باشه، توسط یک اسپانج فورسپس یک گاز را میگیریم و تمام کانال محبل را پاک میکنیم تا جدارهای محبل و عنق رحم به صورت دقیق مشاهده گردد. و قسمی که در این تصویر شما مشاهده میکنین، زمانی که اسپیکولوم در محبل تطبیق گردیده، شاخه های آن از هم دیگر دور شده تا جدارهای محبل و عنق رحم مورد مشاهده و مورد معاینه قرار بگیرد. و به همین ترتیب وقتی که معاینه توسط اسپیکولوم تکمیل میشه، در هنگام خروج اسپیکولوم از محبل دوباره باید شاخه های آن بسته شوه و اسپیکولوم دوباره تداور داده شوه و به وضعیت عمودی قرار بگیرد و از محبل به ملایمت خارج گردد. By manual examination یا معاینه دو دستی. معاینه دو دستی یک معاینه دیگر از یا نوع دیگر از معاینات حوصلی می باشد که هدف این معاینه عبارت است تعیین نمودن سایز و اندازه رحم و همچنان موجودیت یا عدم موجودیت کتلات در ناحیه خلف رحم می باشد. و این معاینه طور اجرا می گردد که مریض در وضعیت لیتوتومی یا در وضعیت استجای زهری قرار می گیرد و انگشتان دست راست داخل کانال محبل می گردد و توسط دست چپ بالای قسمت سفلی بطن فشار وارد می گردد که در اثر آن احشای حوصلی در بین انگشتان دو دست قرار می گیرد، خصوصا رحم در بین هر دو دست قابل جذب می باشد و می تانیم با این معاینه وضعیت و حدود رحم را جذب نماییم و همچنان اگر کدام کتله یا حساسیت در ناحیه خلف رحم موجود باشد با این معاینه دریافت می گردد. قسمی که در این تصویر شما می بینین، معاینه کننده دو انگشت دست راست خود را داخل کانال محبل نموده و توسط دست چپ بالای قسمت سفلی بطن فشار وارد نموده تا رحم را جذب نماید که در این حالت رحم در بین انگشتان هر دو دست قرار می گیرد. مراحل جذب نمودن رحم توسط معاینه بایمنوال یا معاینه دو دستی طوری است که قبل از اینکه مریض تحت معاینه قرار بگیرد، باید مثانه مریض تخلیه گردد، زیرا اگر مثانه در نزد مریض پر باشد، باعث تغییر موقعیت رحم به طرف خلف شده و در هنگام جذب نمودن احشای حوصلی و در هنگام جذب نمودن رحم باعث ایجاد مشکلات می‌گردد. و اکثرا اگر مثانه مملو باشد و در معاینه دو دستی به اشتباه یک سیست مویزی جذب می‌گردد. در صورتی که بطن منتفخ نباشد یا بطن انتفاخی نباشد و همچنان کدام کتله در جوف حوصله موجود نباشد، رحم به بسیار سادگی و بسیار آسانی توسط معاینه بای منوال جذب می‌گردد و همچنان به طرف علوی و به طرف سفلی قابل حرکت می باشد. و اگر فشار در قسمت فورنکس های جنبی رحم
در دو طرف وارد شود، تحرکات رحم را به بسیار آسانی و به بسیار سهولت میتونیم جست نماییم. در زمان جست رحم نکاتی که در نظر گرفته میشه باید موقعیت رحم در نظر گرفته شود که آیا رحم موقعیت طبیعی و قدامی دارد که اکثرا رحم در نزد بیشتر خانم ها به شکل انتی ورتد می باشد، یعنی تمایل به طرف قدام دارد که وضعیت طبیعی یا پوزیشن طبیعی رحم است. اگر رحم به طرف خلف یا به طرف جوانب تمایل داشته باشد حالتهای غیر طبیعی موقعیت رحم می باشد. و برعلاوه آن سایز رحم باید مورد معاینه قرار بگیرد که به صورت طبیعی سایز رحم در حدود 5.7 سانتی متر می باشد. شکل رحم باید در هنگام معاینه با منوال جست گردد یا مورد ارزیابی قرار بگیرد که اکثرا سطح رحم صاف بوده و کدام نودولاریتی یا بی‌نظمی در سطح آن جست نمی شود. بعضا امکان دارد در سایر بعضی از امراض حساسیت در هنگام معاینه با منوال موجود باشد یا باعث ناراحتی مریض گردد که اگر حساسیت موجود باشد در هنگام معاینه با منوال مریض احساس درد میکند. و دیگر تحرکات رحم باید در هنگام معاینه دو دستی در نظر گرفته شود که در حالات طبیعی رحم به طرف خلف، به طرف قدام و به طرف جوانب حرکت میکند. لیکن بعضا در اثر موجودیت بعضی از پاتولوژی ها در جوف حوصله رحم در موقعیت که قرار دارد به شکل فکس شده و تثبیت شده میباشد و به جوانب مختلف حرکت نمیکند. Vaginal examination یا معاینه مقعدی محبلی. این معاینه هم از جمله معاینات اساسی نسایی می باشد که زمانی که در نزد یک خانم معاینه محبلی یا معاینه با اسپیکولوم اجرا می گردد، لازم است تا معاینه مقعدی محبلی نیز اجرا گردد، خصوصا نزد خانم هایی که در سنین بعد از 40 سالگی قرار دارند یا سنین بالاتر از 40 سال دارند. در این معاینه انگشت اشاره ملبس با دستکش به مایع پارافین مختوص می گردد و بعدا در مقعد قرار داده می شود یا داخل مقعد می گردد و جدارهای مقعد جست می گردد و همچنان این معاینه به خاطر موجودیت یا عدم موجودیت هموروئید، آفات سرطانی، آفات التهابی، فیستول و فیشوری که در ناحیه بین محبل و مقعد موجود است کمک کننده می باشد. و برعلاوه آن معاینه مقعدی یا جسم مقعدی در صورت موجودیت آبسی های جوف دوگلاس، وقعات سرطانی که پارامتریوم یا نفیرها و تخمدانها را اشغال کرده باشد بسیار زیاد عایز اهمیت بوده و در تشخیص آفات جوف دوگلاس کمک کننده می باشد. توسط معاینه مقعدی محبلی سایه موفه سرطان عنق رحم که به پارامتر انتشار کرده به خوبی تعیین می گردد و به خوبی جست می گردد. و در ضمن آن در نزد دختران باکره که معاینه محبلی امکان پذیر نیست، برای معلومات در مورد کتلات حوصلی معاینه رکتوباجنال اجرا می گردد و از طرف دیگر در نزد خانم هایی که حساسند امکان دارد با معاینه محبلی حرکات رحم دردناک باشد و در نزد خانم ها معاینه رکتوباجنال اجرا می گردد.